روز جمعه این هفته، یعنی دو روز پیش، امام جمعه حکومتی در یک کور هماهنگ فریاد می‌زدند که نظام آخوندی در بن‌بست نیست و رژیم هنوز سرنگون نشده و دشمنان تصویر غلطی از وضعیت جامعه میدند. در رابطه با این صحبت‌های به اصطلاح ائمه جمعه سوالاتی داشتیم که همراه میشیم با عبدالرضای دلفی تا به این موضوع بپردازیم. با سلام خدمت شما. با سلام به همیهنان عزیز و با درود به مردم به پاخواسته ایران، از کامیوندارا و راننده ها گرفته تا بازاریا و معلم های شجاعی که این روزا خبراشون تو سرتاسر میهن به گوش میرسه، و با تشکر از شما به خاطر فرصتی که به من دارم. اجازه بدید من اول برخی نقل قول ها رو بخونم و بعد سوالاتم رو شروع بکنم. آخوند سید لواسانی در لواسان ضمن ابراز وحشت از اعتصابات سراسری و نسبت دادن اونها به دشمنان، از اینکه در میان نیروها و مزدوران رژیم این تصور به وجود بیاد که نظام در موضع ضعف، یعنی همون در واقع دوران پایانی قرار داده، اینطور صحبت میکنه، میگه فریب عملیات روانی دشمن رو نخورید، و ادامه میده دشمنان با تصویرسازی های رسانه‌ای به ویژه رسانه های نوظهور که از جنگ شیمیایی بدتر و خطرناکتر است، تصویری غلط درباره اوضاع منطقه و ما و خود ارائه میدهند. اولا وانمود میکنند که در موضع قدرت هستند در حالی که آنان در موضع قدرت نیستند. ثانیا عملیات روانی میکنند که راه حلی برای حل مشکلات نیست و کشور به بن‌بست رسیده است و این را به ویژه به جوانان القا میکنند. حالا سوال اینه که تصویر واقعی چیه؟ چون اینا که میگن این تصویر تصویر واقعی نیست و اینکه خلاصه به نوعی نگران هستند از فریب خوردن جوانها، علت به نظر شما چی هست؟ خوبه واسه اینکه مشخص بشه که این آخوند چطور مأموریتی رو که ستاد برگزاری نمایش جمعه و به طور مشخص بیت خامنه‌ای به اون ابلاغ کرده که بتونه خودش و بقیه آخوندها اجرا کنن اصلا چیه؟ بذارید حرفش رو قبل از هر چیز دستبندی بکنیم. اولا میگه که دشمنا در مورد وضعیت رژیم تصویرسازی رسانه‌ای میکنن. ثانیا میگه وانمود میکنن که در قدرتن و رژیم آخوندی در موضع ضعفه. ثالثا میگه اینها عملیات روانی میکنن و میگن نظام در بن‌بسته و راه حلی نداره. خب این حرفیه که این روزا زیاد میشنویم و همون حرف خامنه‌ایه که الان به صورت یک کور هماهنگ در بین آخوندها رواج پیدا کرده. بله، همون حرفو تکرار میکنه. بله، همونو تکرار میکنه. خب این حرفیه که ما از اینا شنیدیم. بله. خب به بهترین شکل هم همین حرف چیکار میکنه؟ هراس و وحشت رژیم رو از سرنوشتی که در انتظار یا در آینده رژیم ولایت فقیه باش مواجه میشه نشون میده. اما اگه اجازه بدیم به طور خلاصه، هرچند این ادعاها اونقدر بی اساس و مضحکه که شاید جایی برای پاسخ بودن یا پاسخ دادن نداشته باشه، ولی به طور خلاصه ببینیم که آیا این حرفی که میزنه و این ادعا چقدر واقعیت داره. بله. اولا وقتی در 320 شهر کشور اعتصاب کامیوندارا و راننده ها به راه میفته و 22 روز ادامه پیدا میکنه، وقتی دادستان خودشون حکم اعدام صادر میکنه برای این کامیوندارا و راننده ها، وقتی که اعتصاب بازاریان و کسبه شجاع در 50 شهر و به طور خاص در تهران، یعنی در 20 استان کشور برگزار میشه، وقتی که معلمان و فرهنگی ها در بیش از 100 شهر که حدود 20 استان کشور رو در بر میگیره دست به اعتصاب میزنن، و از تمام این اعتصاب ها فیلم برداری شده، فیلم هاش موجوده و به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی هم دیده میشه. خب اگر اینها واقعیت، پس تصویرسازی رسانه ها یعنی چی؟ ثانیا دادستان جنایتکار خودشون، خود همین آخوندی که الان صحبت کرده،
اعلام میکنه که حکم کامیوندارا قطاع طریقه. انبوهی ترفند استفاده میکنن برای ترسوندن. بله، برای ترسوندن اینا، مثلا وارد کردن مزدورهای بسیجی و سپاه یا نیروی انتظامی، بله، که اینها رو وادار کنن از اعتصاب عقب بشینن. بله. ولی نه تنها میبینیم که نه تنها کسی عقب نشینی نکردن، بلکه خود رژیم مجبور میشه به شکل کاملا مفتزهانه عقب نشینی بکنه و امتیازاتی رو به کامیوندارا بده. بله. در رابطه با معلم‌ها، خب وقتی در بیش از 100 چر اعتصاب را میفته، در حالی که مرتب از طریق ایادی رژیم تهدید به اخراج و انواع فشارها میشن، بله، خب اگر این نشانه قدرت رژیم هست، پس ضعف یعنی چی؟ خب ما میگیم اینها نشونه هایی از ضعف خود رژیمه که دست به چنین کارهایی میزنه. در رابطه با مشکل تصویر واقعی، چنین چیزهایی، چنین واقعیتهایی تو صحنه هستن، تصویر واقعی از ایران، بله، اون چیزی که ما تو صحنه داریم میبینیم، بله، و اتفاق افتاده، بله. در رابطه با حل مشکلات میگن که اگر رژیم واقعا توان حل مشکلات مردمو داشت، خب چه نیازی بود که مردم دست به اعتصاب بزنن؟ دقیقا. اونم به این شکل گسترده، بله، در حالی که خودشون هم میدونن در شرایط سرکوب و خفقان، خب هر اتفاقی ممکنه براشون بیاد، ممکنه دستگیر بشن، ممکنه به زندان بیفتن و حکمایی براشون بریده بشه. بله. پس اینها نشون میده که رژیم از موضع ضعف داره این کارو میکنه و راه حلی برای مشکلاتش نداره. یک سوال اینجا پیش میاد که در واقع شما به نوعی میگید این اعتصاب ها به نوعی قدرت نمایی در مقابل رژیم هست. جایگاه اعتصاب و اصولا این حرکت ها در کل دستگاه در واقع مبارزات اجتماعی به چه صورت هست و چه جایگاهی داره؟ بله، سوال خیلی خوبیه. اتفاقا خوبه اینجا مثلا یک اشاره بکنیم که اصلا مفهوم اعتصاب چیه. بله. چون وقتی صحبت از اعتصاب میکنیم، اعتصاب به معنی دست از کار کشیدن گروهیه. بله. برای رسیدن به هدفهایی که خب اون قشر یا اون طبقه مورد نظر احساس میکنه دیگه تو اون دستگاه محقق شدنی نیست. بله. و دست به اعتصاب میزنه. تاریخچش هم اگر نگاه بکنیم برمیگرده به قرن 19 میلادی، یعنی بعد از انقلاب صنعتی، که توی انگلیس این کارگرها دست به اعتصاب زدن. خب اینا تشکلی برای خودشون ایجاد کردن و کارایی این تشکل رو دیدن، علارغم اینکه کارفرماها اونا رو سرکوب میکردن، ولی با مشاهده این کارایی خب فهمیدن که اگر تشکل داشته باشن میتونن به اهدافی که دارن برسن. بله. اما اینکه گفتید اعتصاب ها به پیروزی میرسی یا نه، باید بدونیم که همیشه اعتصاب مترادف یا در کنار اعتراض و قیام هاست که شکل میگیره، اونم در صورتی که اعتصاب به صورت سراسری باشه و به یک معضل جدی برای دیکتاتوری تبدیل میشه. در این صورت خب وقتی که دیکتاتور میبینه نمیتونه از پس همون بر بیاد، که ما نمونه هاش هم توی جریان انقلاب ضد سلطنتی علیه، بله، دیکتاتوری شاه دیدیم که به چه شکل به طور خاص اعتصاب کارکنان شرکت نفت رژیم رو به نقطه ای رسون که شما خودتون شاهد پیروزی این اعتصابات بودین. بله، از این موارد رو من زیاد دیدم، به طور خاص توی زمان شاه، و کسایی هم که در اون دوران حضور داشته باشن حتی خوب به یاد دارن که اعتصاب کارکنان شرکت نفت به طور خاص و همینطور اقشار مختلف جامعه که وارد این اعتصابات شده بود، چگونه تونستن رژیم دیکتاتوری شاه رو فلج کنن و اونو در آستانه سرنگونی قرار بدن. که من الان نمونه‌هایی که به خاطرم هست در رابطه با همین اعتصابات یه تعدادیش رو برای شما میگم. مثلا اعتصاب زندانی‌های سیاسی زن و مرد در زندان اوین در 31 شهریور و 2 مهر سال 57. اعتصابات دقیقا توی زمان شاه از 17 شهریور به بعد موج این اعتصابات شکل گرفت. اعتصاب هزاران نفر از نفتگران قهرمان جنوب در 5 مهر 57. همینطور اعتصاب یکی از گسترده‌ترین در واقع، بله، گسترده‌ترین اعتصابشون بود. بله. تاریخ میانم بود. بله. همینطور کارگران و کارکنان و متخصصان فنی شرکت نفت. اعتصاب مطبوعات که اصلاً
جایگاه خاصی داشت و شریف امامی که اون موقع نخست وزیر وقت رژیم شاه بود بله. مجبور شد که در مقابل اونا کوتاه بیاد و عقب نشینی کنه و آخرین ضربه رو هم در اعتصابات همونطور که گفتم در 22 مهر 57 پالایشگاه نفت آبادان بود که ملحق شد به اعتصاب نفتگران و تونستن این ضربه رو به رژیم وارد کنن. خب این آیا جز شاید همش مال دوره شاه بود، آیا در دوره اخیر چطور مثال هایی دارید؟ حالا برای البته شما اعتصاب کامیون داره که به موفقیت نال شدن رو در ابتدا ذکر کردید. بله طبعا در زمان رژیم خمینی هم ما با اعتصابایی که موفق بودن مواجه بودیم، همچون که الان گفتیم کامیون داره یکی از آخرین موج اعتصاب ها بود که موفق شدن امتیازاتی رو بگیرن، یا کارگرای نیشکر هفت‌تپه اخیراً باز به اعتصابشون ادامه داده بودن. ولی اینجا بایستی یک تفاوتی رو در رابطه با رژیم آخوندی با سایر رژیم ها در نظر گرفت. این رژیم اونقدر شکننده است، اونقدر پوسیده است که نمیتونه اعتراض و اعتصابی رو به رسمیت بشناسه. در نتیجه بلا فاصله در صدد سرکوب از بین رفتن اون برمیان بله. و به شکل خیلی وحشیانه هم با این اعتصاب کننده ها برخورد بله. میکنن. شما تو صحبتاتون گفتید که در واقع مبنای اعتصاب یک خواسته به حق هست، خواسته به حقی از جنس همین مثلا کامیوندارا روی 7-8 ماده یا شاید هم بیشتر مواد مشخصی اعتراض رو داشتن، اما رژیم میگه که مردم باید شرط رو درک کنن، به نوعی میخواد فرافکنی کنه، بندازه گردن شرایط و خلاصه به نوعی میخواد یک دشمنی هست که کاری نکنید که مثلا دشمن کار شما رو دستاویز خودش قرار بده. خب آیا با توجه به این موضوع این اعتصاب ها چشم انداز اینو داره که حقشون توسط رژیم داده بشه؟ ببینید اول باید مشخص بشه که دشمن مردم ایران کیه. بله. خب اینو ما توی تظاهراتی که مستمرا توی شهرهای مختلف برگزار میشه مردم خودشون شعار میدن و میگن که دشمن ما همینجاست، علیکی میگن جای دیگه است، این که خیلی روشنه. درش وقتی مشخص باشه که دشمن مردم ایران همین رژیمه، همین رژیم غارتگر و همین پاسداراش هستن که به غارت و چپاول مردم به طور خاص توی بخش حمل و نقل میپردازن بله. پس مشخص میشه که این حرف رژیم که دشمنی گویا در بیرون از ایران هست یک حرف غیر واقعیه. ولی اینکه آیا میتونه این رژیم مشکلات مردم رو حل بکنه یا نه، خب این رو هم میشه دو تا عامل رو به طور مشخص گفت که خب این رژیم قادر نیست. یکی اینکه اساسا یک رژیم عقب مونده و ارتجاییه و به دلیل این ماهیتش نمیتونه از پس حل این مشکلات مردم بر بیاد. عامل دوم غارت و چپاولی که توسط سران و مهرهای خود رژیم داره صورت میگه، این اختلاس‌های چند میلیاردی که ما مستمر اخبارشون میشنویم، خب اینا دلایل خیلی روشنیه مبنی بر اینکه رژیم خودش دست داره در این غارت و چپاول و حتی مردم رو داره میبره میخوره. خب ما در پایان گفتگومون هستیم، اگه شما نکته‌ای در مورد همین اعتراضات و اعتصاب دارید خواهش می‌کنم بفرمایید. بله اجازه بدید ضمن درود فرستادن به اعتصابگرای شجاعمون در قسمت‌های مختلف کشور، من قسمتی مایلم قسمتی از پیام خواهر مریم و خواهر مریم رجوی، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت رو یک بار یادآور بشم که خطاب به اعتصابگران گفتن اعتصاب معلمان و فرهنگیان در ادامه اعتصاب رانندگان زحمتکش نشان از شعله برتر شدن خشم و نفرت عموم مردم از رژیمیه که تنها شکنجه و اعدام، جنگ و تروریسم، فقر و بیکاری و فساد و چپاول رو برای مردم ایران به ارمغان آورده و نشون دهنده ایستادگی و استمرار مبارزه عموم مردم ایران برای سرنگونی حاکمان غارتگر و تا سرنگونی آخوندها و دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی ادامه خواهد داشت.
و از عموم مردم به ویژه از جوانان خواستند که حمایت و همبستگی خودشون رو با این اعتصابگران نشون بدن. بله، با شجاعت و ایستادگی و همبستگی میتوان و باید حق مردم ایران را از حلقوم این غارتگران بیرون کشید و من مجدداً به همه مردم ایران در مبارزه علیه این رژیم جنایتکار آخوندی درود میفرستم و امیدوارم که موفق باشن. بله، با تشکر از شما و با تشکر از یادآوری به موقع در مورد پیام رئیس جمهور برگزیده مقام.